سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز میریم سراغ درس پنجم از آیلس لیسنینگ و تایپ سوالی تیبل رو میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم این نوع سوالات در پارت دو آزمون آیلس و در پارت سه آزمون آیلس معمولا دیده میشن و سوالاتی هستند که معمولا با یک یا دو کلمه باید پر بشن جای خالی هست و با یک یا دو کلمه باید پر بشن که حالا میخوایم درباره این تایپ سوالی با هم دیگه صحبت بکنیم خب اول رای ارتباطی با بنده رو میتونید ببینید در اینستاگرام رزا جمالی در آپارات آرژه انگلیش و در یوتیوب هم به همین صورت آرژه انگلیش رای سرچ کنید میتونید به ویدیوهای من دسترسی داشته باشید ویدیوهای آموزشی من در مورد آیلز و سایر و مسائل هست یا میتونید از اونجا تماشا بفرمایید خب. بریم سراغ تیبل ببینیم چه نوع سوالاتی هست این نو سوالات ما بهشون میگیم تیبل که به صورت یک جدول آورده میشه مثلا دو تا یا سه ست تا ست ستون دارن و دو تا یا سه تا ردیف دارن اینجا و باید در تکمیل بشن با یک یا دو کلمه مثلا این فعالیتی که الان میخوایم با انجام بدیم باید با دو کلمه تکمیل بشه خب بریم سراغ استپ هایی که باید برداریم و اینکه باید چه مراحل رو طی بکنیم وقتی که با این نوع سوالات روبرو میشیم اول از همه read the instruction مهمترین در واقع قدمیه که باید برداریم این که اصلا چند تا کلمه میتونیم استفاده بکنیم آیا عدد میتونیم استفاده بکنیم یا نه به چه صورت هست اینجا میتونید شما از یک یا دو کلمه استفاده کنید چون گفته که no more than two words. یعنی یا یک کلمه یا دو کلمه رو میتونید استفاده بکنید و این جاهای خالی رو پر بکنید Pay attention to the title of columns خیلی این میتونه بهتون کمک بکنه که حدس بزنید که چه کلماتی رو لازم دارید برای هر جای خالی پس توجه کنید که هر ستون چه تایتلی داره و ازتون چی خواسته مثلا ستون اول place هست ستون دوم فیچرز اند اکتیویتیز هست یعنی درباره اکتیویتی ها و فیچر هایی که هر کدوم از این مکان ها داره میخواد صحبت بکنه و در آخر ادوایس هست و یه توصیه ای که میخواد به شنونده ها بکنه تاپیک uh, هم که در واقع توریست اتراکشن توریست اتراکشنز این من هم هست یه شهری هست که حالا درباره توریست اتراکشن ها سه تا توریست اتراکشن داره که میخواد دربارشون صحبت بکنه درباره فیچر هاشون و همچنین درباره ادوایسی که میخواد بده تو محله بعدی underline the words before and after the blank این خیلی میتونه مهم باشه و guess دی answers یعنی قبل و بعد از جا خالی رو ما بیایم زیرش خط بکشیم یا دایره بکشیم هر جوری که خودتون راحتین و حدس بزنید که شما چه کلمه لازم اونجا اجکتیو لازم دارید یا ورب لازم دارید چی لازم دارید و همچنین انظر معنایی حدس بزنید که چی لازم دارید آیا مثلا شما یک اسم کشور نیاز دارید اسم شخص نیاز دارید یک مکان نیاز دارید یک خاصیت از یک چیزی نیاز دارید اونجا بعد بتونید اینو حدس بزنید مثلا ما حالا میایم چند تا حالا با هم دیگه حل میکنیم. اجازه بدید من اینجا یه مداد بیارم و بنویسیم so, uh, اولین مکان کپر ماین هست especially adapted miners something take visitors into the mountains میگه یه چیزی که مربوط به ماینرز ها یا معدن ها هست ویزیتور ها رو میبره uh, داخل مونتن میبره داخل تونل Uh, پس این ماینر و take visitors میتونه مهم باشه و کلمه ای که لازم داریم یک نون هست و اینکه مربوط میشه به ماینرها ها یعنی چیزی که مربوط به ماینرها ها و ویزیتور ها رو میبره داخل کو ادوایسش چیه the mine is something and enclosed unsuitable for children and animals میگه اون معدن یه خاصیتی داره یعنی طبیعتاً یک اجکتیوه همچنین enclosed میتونه بهتون کمک بکنه enclosed که یک اجکتیو هست پس میتونید حس بزنید که یه اجکتیو اینجا لازم دارید چون اینجا ایز داریم سو so, uh, the mine is something یه اجکتیو اینجا لازم دارید و enclosed هست و مناسب نیست برای بچه ها و حیوانات پس یه خاصیتی از اون معدن که بعد اونجا بنویسید میتونید حتی تو زنتون مرور بکنید و حدس بزنید که این معدن معدن ها معمولا چه خاصیتی دارن مثلا اسملی هستن بو میدن یا حالا کوچیک هستن اسمال یا هر چیز دیگه یا نرو یا تنگ هستن هر خاصیتی که میتونه برای یک معدن مفید باشه اینجا پلیس uh, بعدی village school هست گفته classrooms uh, and special exhibition of something یعنی یکی فیچرهایی که داره این ویلج school یه exhibition از یه چیزی اونجا هست یعنی نمایشگاهی از یه چیزی اونجا دارن نمایش میدن که باید ببینیم چه نمایشگاهی هست و میگه که uh, something is recommended یه نونه Uh, singular اینجا لازم داریم چون a آورده قبلش پس نمیتونه حرف جمع باشه یک نونی که سینگولار هست اینجا لازم داریم a something is recommended یعنی یه چیزی رو اینجا در واقع میخواد توصیه بکنه و بعد ببینیم که چی هست و در محله آخر place آخر the george old sailing ship که یه کشتی هست uh, تو قسمت فیچرز خودش تکمیل شده the ship's wheel was lost but has now been restored و در پایان میگه children shouldn't use something پس بچه ها از یه چیزی نباید استفاده بکنن که بازم اینجا یک نونه چون د اومده قبلش همونطور که میبینید اینجا یک د اومده پس میتونیم حدس بزنیم که این جای خالی یک نونه و در مورد یه چیزی هست که بچه ها نباید تو اون مکان ازش استفاده بکنن مثلا نباید شود use the مثلا should use I don't know the water should use the bottle. هر چیزی اینجا یه چیز یقی نون رو شما بعد اینجا بذارید و اینو تکمیل بفرمید خب بعد از اینکه این, که این رو تموم کردید یعنی پاسخ ها رو حد زدید خب طبیعتا گوش میکنید به ترتیب درباره این سه ردیف صحبت میکنه گوینده و بعد پاسخاتون رو بنویسید در آخر سعی کنید که گرامراتون رو چک بکنید یعنی حالا تو اون ده دقیقه آخر آزمون که دارید میتونید اون گرامر رو چک کنید ببینید از نظر گرامری پاسخی که نوشتید درسته یا نه خب بریم این قسمت رو با هم دیگه بشنویم من این سفر رو فول اسکرین میکنم براتون که بتونید پاسخ بدین خودتون پاسخاتون رو, رو که کاغذ بنویسید بعد بر میگردیم و درباره باره پاسخ ها با هم دیگه صحبت میکنیم من تفسیرش میکنم تحلیلش میکنم به اصطلاح تحلیلش میکنم و میتونید چک بکنید که چند تا پاسخ رو تونستین درست بزنید خب بریم این بخش رو بشنبیم با Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now, listen and answer questions 16 to 20. But what can you do and see on your visit today? Here are just a few highlights. We suggest you start with the visit to the copper mine. Travel on converted mining trains and journey into the depths of the mountain along seams once worked by hundreds of miners. Watch out especially for the great pumping machines which rid the mine of water. But please be warned that, like all mines, ours is very dark and closed in, and we do say that children under five, and also dogs, should not be taken into the mine. The next recommended visit is to the village school. While looking round the classrooms, take a special look at our display of games, which is one of the largest in the world and it's recommended that you time your visit to coincide with a guided tour this will give you the opportunity to ask lots of questions near the school is the beautiful old sailing ketch called the george you're welcome to board the boat and look round the cabins look out for the ship's wheel which was missing until only five years ago when it was dredged out of the silt by a local fisherman we have no idea how it got there but it's been polished and proudly restored to its original place on the boat please take care going down the ladders if you wish to visit the lower deck we don't recommend you allow young children to use them so we hope you have a memorable visit to manham port and will tell your friends all about us that is the end of section 2 you now have half a minute to check your answers خب این بخش رو با هم دیگه شنیدیم و گوینده در مورد جای خالی صحبت کرد در مورد این سه صحبت کرد بریم با هم دیگه یکم صحبت بکنیم تحلیلش کنیم که چی گفت و بعد من دوباره اینو براتون پخش میکنم و به چیزایی که گفتم میتونید توجه بکنید تو قسمت اول یعنی سال 16 در مورد این صحبت کرد که میتونید سوار در واقع اون قطارهای که مربوط به ماینر ها میشه بشین و برید داخل اون قسمت معدن پس پاسخ ما برای سال 16 میشه من اینجا تایپش میتونم بکنم میشه ترینز بعد در مورد در مورد اینکه چه خاصیتی داره اون ماین صحبت کرد گفت مثل همه ماین ها مثل همه مدن ها خیلی تاریکه very dark که شما dark رو هم اینجا بنویسید کافیه very dark هم بنویسید درسته چون میتونید تا دو کلم بنویسید و به جای این از کلمه closed این استفاده کرد میتونست بهتون کمک بکنه بعد رفت سراغ village school و گفت که دوری کلاس روما صحبت کرد گفت که برید اونجا رو ببینید و ما یه دیسپلی آف گیمز داریم نه گفت اگزیبیشن گفت دیسپلی آف گیمز که اونجا میتونید مثلا بازی ها رو ببینید یه نمایشگاهی از بازی ها هست و چیزی هم که توصیه کرد گفت چیزی که ما سعی, کنید تایم خودتون رو باش ست بکنید گایدد تور بود یعنی یه، که بتونی یه تور گاید بگیری و اون براتون اطلاعاتی رو بده و در پایان وقتی درباره جورج یا اول سیلینگ شیپ صحبت کرد گفت که موقعی که از پلا میخواین بریم پایین حواستون باشه و گفت که we don't recommend you allow young children to go down the letters to use the, lad to, to use the ladders پس پاسخ میشد ladders پله یا پله ها گفت که از بچه ها وقتی میریم پایین حواستون باشه بچه ها رو هم اجازه ندیم بهشون ما توصیه نمی کنیم که بچه ها از این استفاده بکنن یانگ چیلدرن گفت یعنی اول پاسخ گفت بعدا رفت سراغ چیلدرن اینجا باید خیلی گوشتون تیز باشه ببینید از چه کلماتی استفاده میکنه مثلا یکی از حواستون باشه از پله استفاده میکنید شما باید پله رو بنویسید یعنی قبل از اینکه اصلا بره چیلدرن شما بعد اینو بنویسید و حواستون باشه به, به اینکه گوینده داره چی میگه چون وقتی که پله رو گفت بعدش اومد گفت که ما توصیه نمی کنیم که یان چیلدرن از پلا استفاده بکنن پس از این کلمات و کلماتی که استفاده میکنه به حواستون باشه سریع بنویسینش که جا نمونین ازش یه بار دیگه بریم این بخش رو بشتریم با هم دیگه و ببینیم که چطور بوده چیزایی که گفتم رو مد نظر داشته باشید و ببینید که میتونید آیا گوش کنید که از چه سینونیم ها و چه کلماتی استفاده کرده یا نه خب من دوباره این فایل رو برای شما پلی میکنم we suggest 16 to 20 but what We suggest you start with the visit to the copper mine. Travel on converted mining trains and journey into the depths of the mountain along seams once worked by hundreds of miners. Watch out especially for the great pumping machines which rid the mine of water. But please be warned that, like all mines, ours is very dark and closed in, and we do say that children under five and also dogs should not be taken into the mine the next recommended visit is to the village school while looking round the classrooms take a special look at our display of games which is one of the largest in the world and it's recommended that you time your visit to coincide with a guided tour this will give you the opportunity to ask lots of questions near the school is the beautiful old sailing ketch called the george you're welcome to board the boat and look round the cabins Look out for the ship's wheel, which was missing until only five years ago when it was dredged out of the silt by a local fisherman. We have no idea how it got there, but it's been polished and proudly restored to its original place on the boat. Please take care going down the ladders if you wish to visit the lower deck, we don't recommend you allow young children to use them. So we hope you have a memorable visit to Manham Port, and will tell your friends all about us. That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. خب این بخش رو یه بار دیگه هم با هم شنیدیم امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه رسیدیم به پایان درس امروزمون که درباره تیبل صحبت کردیم در دفترچه سوالات که همراه این درس هست برید و سوالا رو پاسخ بدید به نکاتی که گفتم توجه بکنید و امیدوارم که بتونید تستای خوبی داشته باشید و بتونید سوالات زیادی رو پاسخ بدید ممنون که با من در این درس همراه بودید در قسمت بعد سراغ سایر تایپ های سوالی میریم ممنون و خداحافظ